سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 14 شهریور همراه ما باشید. دلار آمریکا روز چهارشنبه را با قیمت زیر 14000 تومان آغاز کرد، اما ساعتی بعد به 15500 تومان رسید. در همین ساعت یورو 17000 تومان و پوند انگلیس 19000 تومان به فروش رفت. درود، امروز 14 شهریور دلار 14,450 البته که 15,000 بازار آزاده. این دلار رو فقط به کسی میدن که میخواد برای مسافرت بره، یعنی پاسپورت داره، ویزا داره، وگرنه بهش دلار نمیدن. دیدبان حقوق بشر با اشاره به بازداشت دست کم 5 وکیل و فعال مدنی در ایران از تشدید سرکوب‌ها در روزهای گذشته خبر داد. این سازمان می‌گوید جمهوری اسلامی صداهای مسالمت‌آمیز مخالف را خاموش می‌کند. نمایندگان مجلس ایران طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را امروز با رأی خود از دستور کار مجلس خارج کردند. گزارش شده که نمایندگان با فوریت بررسی طرح شفافیت رأی نمایندگان هم مخالفت کردند. شرکت هواپیمایی اوجین یونان روز سه‌شنبه از تعلیق پروازهایش به مقصد تهران از تاریخ 11 اکتبر خبر داد. بانک فرانسوی سوسیه ژنرال نیز اعلام کرده به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا از سوی واشنگتن به مبلغ 1.2 میلیارد دلار جریمه شده است. محمد حسن نژاد در نشست علنی امروز مجلس گفت نوسانات ارزی اثر بسیار منفی خود را روی قیمت‌ها می‌گذارند. مردم امسال نسبت به پارسال 75% از ثروت خود را از دست دادند. دیجیکالا خبر داده می‌خواهد 175 نفر از پرسنلش را تعدیل کند. افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم باعث این وضعیت شده است. نیکی هیلی میگوید دونالد ترامپ در ماه جاری شخصاً ریاست یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برای انگشت گذاشتن بر نقض قوانین بین المللی توسط ایران را بر عهده خواهد داشت. ارتش اسرائیل در کمتر از 2 سال گذشته بیش از 200 حمله علیه اهداف ایران در سوریه را انجام داده است. برخی منابع امروز گزارش کردند 10 نیروی ایرانی برای مشارکت در عملیات ادلب به سوریه اعزام شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده جنگنده‌های اسرائیلی بامداد سه‌شنبه با پرتاب موشک چند موضع نظامی ایران در سوریه را هدف قرار دادند. در این حملات 9 ایرانی و 14 سوری کشته شدند.